سال جدید سلام همه رو با کارتون خیلی خوب باشه عیدتون مبارک باشه خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو سال 1403 که داخل این ویدیو قرار بریم سراغ این که چه دوربین هایی رو دیگه نباید بخریم گفتم احتمالا خیلی تو ایدیاتون رو جمع کردید پولمولاتون رو جمع کردید که بعد عید برید دوربین بخرید این گفتم این ویدیو رو براتون بسازم که بهتون بگم چه دوربین هایی رو داخل سال 1403 نباید بخرید این اولین ویدیو سال 1403 مون گوشیمو سایلنت کنم و قرار که تو خیلی دو این موضوع صحبت کنیم قبل از که مسخره میده خیلی هم مثل سال 402 تو سال 403 از من حمایت کنید و این, و این رو لایک کنید و چند منو سابسکرایب کنید ان که تو سال 403 سالی باشه که قرار باشه چند تو هم بالاخره مانیتایز بشه بعد از گذشت دو تا ایدی که با هم داشتیم بریم سراغ این ویدیو اونجا که این ویدیو رو دوست داشته باشید و به درتون بخوره بزنید بریم خب توی این ویدیو قرار دوربین هایی رو که به سه تا دلیل دیگه نباید بخرید و بهتون معرفی کنم و بگم که این دوربین ها رو نخرید و به جاش بهتون جایگزین های بهتری معرفی کنم که به جای اون دوربین ها برید سراغ اون جایگزینی که من بهتون میگم اول دوربین ها دوربین هایی هستن که قدیمی شدن و دیگه ارزش خرید ندارن و بهتره که اصلا کلا سراغشون نرید به دلیل قدیمی شدن سنسور هاشون بادی های ضعیف قدیمی شون و کلا قابلیت هایی که قز... دیگه قدیمی شدن و خیلی مدل مقد... های جم... جدیدتر و بهتر اومده و دیگه نباید سراغ مدل های قدیم دوربین های بعدی دوربین هایی هستن که مدل های بهتر از اونها وجود داره مثلا یکی از مثالاش که جلوتر بهش میرسیم که 90 دیه که هنوزم دوربین خوبی اما یه دونه دوربین خیلی بهتر از اون توی همون بازه قیمتی وجود داره که بهتره به جای 90 دی به سراغ اون دوربینه و گزینه سوم کلا دوربین هایی هستن که ارزش خریدی ندارن یعنی کلا از اول هم که اومده بودن ارزش خریدی نداشتن که از اون مورد هم داریم داخل این ویدیو و کلا قرار همین مورد رو با هم بررسی کنیم و بتون جا جایگزین های بهتری بگم اگرم احیانا دوربینی هستش که خریدیدش بهتره که بری زودتر بفریزش و جایگزین های بهتری به جاش تهیه کنید بریم سراغ اولین دوربین اولین دوربینی که قرار سراغش همون دوربینی هستش که اول ویدیو هم بهش اشاره کردم کن. یعنی کنون 90 که یکی از بهترین دوربین هایی بود که تا مدت طولانی وجود داشت خیلی از شما احتمالا این دوربین رو دارید و خیلیتون حتی بهش فکر کرد که بخوای تهیهش بکنید چون که واقعا دوربین خوبیه تو نگاه اول مشخصات خوبی داره و میتونه دوربینی باشه که کاملا کارتون رو راه بندازه اما در حال حاضر دوربینی بهتر از کنون 90 وجود داره توی همون بازه قیمت سرعتی میرورلس قابلیت های بیشتر جدیدتر و به طور کلی خیلی دوربین بهتری هستش و بهتون پیشنهاد میکنم که 90 رو بذارید کنار و برید سراغ این مدل دوربین یعنی کن آر پی کن و دوربین کن 90 دوربین هایی هستن که تو بازار قیمتی 50 تا 60 میلیون تومان قرار دارن این بازار قیمتی چون بیش از حد طول بزرگش کردن بخاطر اینکه دلار همینجوری داره بالا پایین میشه و نمیتونم قیمت حدودی بهتون بگم 50 تا 60 میلیون تومان دوربین هایی هستن که تو این بازار قیمتی قرار دارن و دوربین های خوبی هستن جفتشون اما گفتم 90 قدیمی شده و آر خیلی ب... قابلیت های بیشتری داره که توی ویدیو بررسی کنن آرپی که لینک ویدیوش برات تو این بالا ها میادش توی اون ویدیو هم کاملا توضیح دادم که چرا آرپی به نسبت کنن 90 دی کاملا برتری داره و باید برید سراغ کنن آرپی. پس اولین دوربینی که خریدنش کاملا ممنوع و به هیچ عنوان نباید با سراغ این دوربین برید و این اتفاق بعد چندین ماه پیش میفته که راجبش صحبت کنم اینه که کنن 90 دی رو کلا ببوسید بذارید کنار و برید سراغ کنن آرپی. دومین دوربینی که میریم سراغش من دشمن خونین و قدیمی این دوربین هستن دوربین 4000 دیه که این دوربین هم احتمالا خیلی توی گزینه های خریدتون بوده هست و خواهد بود همیشه و خاطر اینکه ارزون ترین دوربین حرفه که توی بازار وجود داره اما بذارید خیالتون راحت کنم این دوربین بلشته حال کرد جمله انگلیسی گفتم مزخرف افتضاح اسباب بازی به معنای کامل از پلاستیک کاملا ساخته شده هیچ قطعه فلزی داخل شما نمیبینید حتی مانتش هم پلاستیکیه که میتونه باعث اصلا لنزتون یهو عروش بیفته بشکنه ضربه بخوره و به هیچ عنوان این دوربین رو پیشنهاد نمی‌کنم کیفیت فیلمبرداریش تو دیواره یعنی شما با گوشیت عکاسی و فیلمبرداری کنی کیفیتش از این دوربین بهتر و بیشتره پس به هیچ عنوان بهتون پیشنهاد نمی‌کنم سراغ کانن 4000 دی برید اگر توانیشو دارید یه کوچولو بزنید رو تو حداقل کن 2000 دی رو تهیه کنید که هم جنس بدنه بهتری داره و هم یه کوچولو حرفه‌ای‌تر و کیفیتش بهتره یا اگر نمیتونید با همون گوشی تو دستتون عکاسی کنید که به نظرم کیفیتش صد هیچ کانن 4000 رو میزنه البته 4000 بخوایم نخوایم دوربین حرفه‌ایه میتونید روش مختلفه منید اما میتونم بهتون قول بدم که کیفیتش توی عکاسی شاید بد نباشه اما تو فیلم برداری ضد حال کامله افتضاحه اصلا بهش فکرم نکنید واقعا به نظرم اصلا اینکه شما با گوشی شروع کنید خیلی منطقی تر از اینه که شما بخواید برید سراغ دوربین مثل کانن 4000 دی برید سراغ دوربین سوم که یه مجموعه ای از دوربین ها هستن دوربین های دست دوم دیگه خیلی قدیمی شده مثل 5D های نسل یک 5D های سری اولی که تولید شده بودن یا مثل دوربین های 100 600 این عددی که شاید اصلا به گوش خیلی آمونم هم نیومده باشه به هیچ عنوان این دوربین ها رو بهتون پیشنهاد نمی که این دوربین ها خیلی قدیمی هستن هستن حتی اگر شده پایین داشته باشن مدلاشون قدیمی شده اگرم که مدلاشون خیلی قدیمی هم نشه باشه انقدر شاد خوردن که دیگه واقعا به درد نمیخورن و توی شروع میتونن اذیت کننده براتون باشن سری پیکسل سوختگی ایجاد بشه توشون چه میدونم یه بخششون علاوه مکانیکی به مشکل بخوره و و کلی مشکلات دیگه که به هیچ بهتون میشاد نمیکنم نمی سراغ همچین دوربین هایی برید بخاطر اینکه کلی مشکلات براتون داره و کیفیتشون هم دیگه خیلی ازشون گذشته و خیلی قدیمی شده بهتون میشه میگم مثلا سراغ 5D هایی که مثلا مارک 3 یا مارک 4 5D دست دو دومش برید 70 دست دوم یا 60 دست دوم این دوربین هایی که یک کوچولو جای تر هستن یا 800 دی 850 دی دوربین هایی که حتی نوشون هم وجود داره دست دومشون رو بخرید که خیالتون از این راحت بشه که خیلی قدیمی نیستن یه سری دوربین ها هستن مثل 100 دی 600 دی که شاید حتی اسمش هم به گوشتون نخوره اما اگه برید تو دیوار سرچ کنید دوربیناشون وجود داره بخاطر که مثلا 10 ساله پیش یه دوربین خریده افتاده بغل خونش میگه پس همش حالا کسی که اسمش رو دانش نه بف... هم میفروشم حواستون باشه که اینجور مورد توی پاشتون نره بهتون به جای این سری دوربین ها پیشنهاد که همون دوربین های دست دوم جدیدتر رو بگیرید که از لحاظ هر موقع چیزی خیلیتون راحت بشه یه دونه ویدیو کاملا راجع به راهنمای خرید دوربین دست دوم ساختم که لینکش رو این بالاها براتون میارم اون ویدیو هم میتونه خیلی کمک کننده باشه براتون و اما بریم سراغ گزینه آخر و دوربین های آخر که اینم یه سری دوربین هستن دوربین های پاور شات دوربین های پاور شات هم خیلی دیدم که بچه ها میگن ظاهرشون شبیه ظاهر دوربین های دی اس و دیدم که خیلی از یوتیوبر ها هم چند تاشون معرفی کرده بودن که دوربین های پاور شات رو استفاده اما بچه ها به هیچ اما این دوربین ها رو بهتون پیشنهاد نمی کنم اصلا سطح حرفه ایتون اولا میاره پایین شما حتی توی شروع هم بهتر که یه سطح حرفه ای کوچیکی برای خودتون داشته باشید وقتی شما این دوربین ها رو میخواید اولی که این دوربین ها غیر حرفه ان هر جوری حساب کنید این دوربین ها غیر حرفه ای و به هیچ اون ما بهتون پیشنهاد نمی کنم این دوربین ها برید نکته دومی که وجود داره این دوربین ها دی اس ال نیستن و قابلیت تعویض لنز ندارن یه کلا یه دونه لنز روشونه و کلا یه فوکال ثابتی دارن و فقط زوم و زوم بک میشن و به هیچ اون به بهتون پیشنهادشون نمی کن. تنها نکته مثبتی که این دوربین ها دارن همون زوم خیلی زیادشون یا 500 برابری دارن زوم که میتونید حالا از ماه صرفا عکاسی کن. کنید برای عکاسی از ماه آره جذابن و خوبن و حتی شاید خودم در آینده فقط برای عکاسی از ماه یا همچی دوربین تهیه کنم اما برای عکاسی حرفه‌ای به هیچ عنوان برای جایگزینشون هم دوربین های مثل کانن 2000 دی که تقریبا تو هم بازار قیمتی ان خیلی گزینه های بهتری هستن و حداقل لنزشون قابل تعویزه و دی اس ال هم و دوربین حرفه ای به حساب میان نه دوربین پاور شاتی که اونم به نظر من صرفا برای اینکه عکاسی خانم بخواید بکنید به درد میخوره به هیچ آمان برای کار حرفه ای و یا شروع عکاسی تون بهتون بیشاد نمی کنم واقعا این چهار تا دسته دوربین و دوربین هایی بودن که به نظرم به هیچ آمان دیگه نباید توی سال 1403 برای سراغشون و بخواید این دوربین ها رو تهیه کنید اگر قصد خرید دوربین دارید پلیلیستی که براتون اینجا آوردم و حتماً, حتما 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 برید نگاهش کنید هر دوربینی که فکر کنید هر دوربینی که به نظرم به درد بخوره باشه رو من قبلا بررسی کردم کامل سفتاتش رو بررسی کردم و راهنمای خریدش رو براتون اینجا گذاشتم حتما یه سر به این پلیلیست بزنید حتی اگر لنز هم بخواید بخواید بازم تو این پلیلیست میتونی پیدا کنید هر چیزی که مربوط به دوربین باشه رو من داخل این پلیلیست گذاشتم که ویدیوهاش هم هر روز داره آپدیت میشه بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما یه سر بهش بزنید که مطمئنم خیلی براتون می‌خواد دمتون که این تایم تایم ویدیو با اومدید سال نوتون هم دوباره مبارک باشه و امیدوارم که تو سال جدید کنار هم کنیم. برای ایدی میتونید این ویدیو می رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید حرف دیگه باقی نمونه تا ویدیوهای بعدی میونتون و خیلی مخلصن